در روز پنجم شروع به فعالیت‌های جنبش ضد تقلب در کابل، دانشجویان هرات نیز به خیابان‌ها ریختند. درخواست این دانشجویان معترض از دولت افغانستان و همینطور از سازمان‌های بین‌المللی ناظر بر انتخابات ریاست جمهوری در این کشور این است که از تقلب جلوگیری کنند. هنوز رهبری مشخصی اعتراض‌های هرات نداره و این اعتراض‌هایی که اتفاق می‌افته و صورت می‌گیره تا حدودی میشه گفت رهبری مشخصی نداره. بستگی به این داره که یک رهبری در کابل چه اتفاقی بیفته. اگر در کابل هر اتفاقی که بیفته، هر تصمیمی که گرفته شه، به نظر میرسه اون تصمیم در هرات هم پیاده بشه، چه از اعتراض بیشتر گرفته، چه از تحسن بیشتر در با خیمه‌های بیشتر در هرات گرفته، تا حتی اعتصاب کاری. اما این گروهی که در هرات راه اندازی کردن این تظاهرات و این تجمع و این جنبش ضد تقلب رو، خودشون رو به نوعی مستقل عنوان میکنن و میگن خیلی ارتباط مستقیمی با جنبش یا اصلاً اعتراض هایی که در کابل اتفاق افتاده ارتباطی ندارن. یک فراخوان دیگری داده شده برای فردا سه‌شنبه ساعت 7 صبح به وقت محلی در هرات که قرار است یک مسیر راهپیمایی بکنن، اون هم از تمام جوانب و از تمام اقشار و گروه های مختلف دعوت شده که در این تظاهرات یا راهپیمایی شرکت کنن. انتظار میره که تظاهرات و راهپیمایی که فردا صورت خواهد گرفت گسترده‌تر و حضور مردم در اون بیشتر باشه. جمع شدن از اینا در اینجا، این بوتایی که برای تقلب شعار بدن، نه بر شخص کاندیدی و نه برای هیچ کدام از کسایی، فقط شخص طرف ما رئیس جمهور تقلب و کمیسیون انتخاباتی بود. مردم افغانستان با امیدواری نظام مردم سالاری و نظام دموکراسی به افغانستان صبر و تحمل کردن در طول سالهای متمادی که یک روزی بتونیم که در پرتو نظام دموکراسی ما یک جامعه مرفه و با آسایش داشته باشیم و مردم به حق خود دسترسی پیدا کنیم. دیگر ما تقلب نمیخواهیم، این به فرهنگ تبدیل شده. ما میخواهیم فرهنگ تقلب از بین ببریم. همینجا نقطه پایانش باشه که دیگر کسی جرأت نکند با آرای مردم، با سرنوشت مردم بازی بکند. به یگانگی خدا اگر حق ما داده نشه، شیش براریم همون سر به کف کنیشته و تا آخرین رمق مبارزه میکنیم تا حق ما داده شد. نه به خاطر دوزی، نه به خاطر مال مردم، نه به خاطر ناموس مردم، صرف فقط به خاطر وطن. جنبش ضد تقلب در ادامه اعتراض عبدالله یکی از دو نامزد دوره دوم انتخابات ریاست جمهوری افغانستان راه اندازی شد. عبدالله بعد از برگزاری انتخابات کمیسیون مستقل انتخابات را متهم به تقلب کرد و رابطه خود با این کمیسیون را به حالت تعلیق درآورد. سپاسگزار هستم. اول اینکه ما موافقت های دموکراتیک و مردم سالارانه مردم افغانستان، هم به مردم افغانستان و هم به همباوران جهانی من تبریک میگم. امروز خوشبختانه فعالیت های جنبش در کنار نشر اسنادی که از تقلب در روند کار کمیسیون های انتخاباتی صورت گرفت، اما آدمی که متهم به تقلب گسترده بود، آقای ضیاءالحق مرخیل، از وظیفه‌اش سبکدوش شد، کنار زده شد و این یکی از موفقیت های بزرگی کار مدنی ما در 13 سال پسین بود، چون همواره در 13 سال پسین فعالیت های مدنی کمتر پاسخ داده حکومت افغانستان. اینجا همین لحظه صدها نفر جمعن، بان که نزدیک شام است، سخنرانی وجود داره و مردم این را یک موفقیت بزرگ می دانن و به گونه جشن گرفتن. جنبش ضد تقلب به خاطر پاسداری از آرای مردم افغانستان، از آرای مشروع مردم افغانستان بناش نهاده شده، نه اینکه الله کی رئیس جمهور میشه. مسلما یک نفر برنده داره انتخابات، اما ما به خاطر یک روند قانونی که به گروگان گرفته شده و تقلب کشان داشته اعتراض کردیم. اینکه اعتراضهای خیابانی از روز شنبه آغاز شده، هرچند تعدادشون به هزارها نفر میرسند، تنها در کابل نه، در بعض ولایات هم هستش، اما نتیجه که تا هنوز تیم دکتر عبدالله میخواستن داده یعنی نگرفتن. تنها کاری که صورت گرفته و تیم دکتر عبدالله ابراز رضایت کرده و این بوده که درخواستش مبنی بر مداخله سازمان ملل متحد در قضیه پذیرفته شده و همچنان کار دیگه که صورت گرفت، کمیسیون انتخابات افغانستان نتیجه ابتدایی یا نتیجه قسمی انتخاباته که قرار بود
اعلان بشه، اعلان به تعویق انداختن که از این قضیه تیم دکتر عبدالله عبدالله ابراز رضایت کرده و از او استقبال کرده، که شاید بگوییم که تا حد درخواست های از اینا، اعتراضات از اینا نتیجه داد، اما در کل نمیشه بگوییم که تمام خواست ها و پیشنهاداتی که دکتر عبدالله عبدالله داشتن از کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان خواسته بود و همچنان از حکومت افغانستان برآورده شده باشه. در حالی که در داخل افغانستان افرادی بیشتری به این جنبش میپیوندند، طرفداران این جنبش استعفای ضیاءالحق امیرخیل رئیس دبیرخانه کمیسیونی انتخابات افغانستان را مهمترین دستاورد خود تا به حال میدانند.